یکی از مهمترین قسمت‌های محیط نرم افزار اکسل 2016 ریبون ها هستند که تا این قسمت توضیحات مختصری رو خدمتتون عرض کردم. من اگر یه بار دیگه ریبون ها رو براتون مشخص کنم، ریبون ها از دو سری سربرگ تشکیل شدن، سربرگ دستورات یا کامان تب، این سربرگ ها هستن که من براتون مشخص میکنم، سربرگ های دستورات یا سربرگ های اصلی ما که زمانی که نرم افزار اکسل رو اجرا میکنیم هوم، انسرت، پیج لی اوت، فرمولا، دیتا، ریویو و ویو هستن. گفتم خدمتتون هر ریبون از تعدادی سربرگ تشکیل شده که بهشون تب گفته میشه و هر سربرگ مثل هوم باز یه سری ابزارها رو اینجا خودش داره. من کلید اسکیپ رو میفشارم. الان ما در گروه کلیپ بورد هستیم. اگر مکان نما رو من روی این ابزار بذارم، میاد یک تول تیپ یا توضیح در مورد اون به من میده. اینجا اگر روی بولد بذارم، بولد یعنی ببین بولد کردن، اصلا ببینید یه حالت چاق کردن. میگه کلید ترکیبیش کنترل به علاوه بی. اینجا بخونید چی نوشته. میک your text bold. سعی میکنم خیلی آهسته براتون بخونم. make یعنی ساختن، your text bold یعنی متن شما رو بولد میکنه، اصطلاحاً ضخیم میکنه. یا اگر بیام اینجا مکان نما رو روی این ابزار بذارم، گفته align left. align یعنی چی؟ همترازی. left یعنی چی؟ چپ. align your content to the left. میگه اون متن شما یا موضوع شما یا کانتنت شما رو میاد از سمت چپ تراز میکنه. اگر من بیام اینجا در گروه فونت روی این فلش مورب کلیک چپ کنم، که اینجا اومده خودش هم گفته میگه اگر میخوای به فونت ستینگ برسی میتونی از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت اف استفاده کنی. من میام روی این فلش مورب کلیک چپ میکنم و به اصطلاحا کادر فرمت سل در حالی که سربرگ فونت فعاله میرسم. رو کنسل کلیک چپ میکنم. حالا اگر بیام روی این فلش مورب کلیک چپ کنیم چه کادری ظاهر میشه؟ اینجا گفته alignment setting، تنظیمات همترازی رو برای ما ایجاد میکنه. من روش کلیک چپ میکنم، دوباره باز کادر فرمت سل این بار با فعال بودن سربرگ alignment ظاهر میشه. من رو کنسل کلیک چپ میکنم. حالا اگر بیایم رو نامبر روی این فلش مورب کلیک چپ کنیم، باز هم برای ما کادر فرمت سل با فعال بودن سربرگ نامبر ظاهر میشه که من روی کنسل کلیک چپ میکنم. گفتیم تا این قسمت گفتیم سربرگ ها تب ها دو دسته هستن، کامند تب که در واقع اینها رو میبینید. یه زمانی هست ما یه سری سربرگ های وابسته داریم. گاهی اوقات زمانی که در حال کار روی یک شی خاصی مثل نمودار یا مثل تصویر در فایل صفحه گسترده نرم افزار اکسل هستین، سربرگ وابسته مربوط به اون ظاهر میشه. حالا اگر روی یک نمودار کار کنیم، سربرگ وابسته چارت تول ظاهر میشه که من این رو خدمتتون عرض میکنم، چون الان نمیخوام در ابتدای کار یک چارت یا نمودار رو براتون رسم کنم. یه حالتی دیگه داریم، اینی که زمانی که روی یک تصویر داریم کار میکنیم، سربرگ وابسته پیکچر تولز برای ما ظاهر میشه. این رو الان میتونم بگم خدمتتون، چون به هر حال کسی که نرم افزار اکسل رو داره یاد میگیره قطعا آشنایی مقدماتی با ویندوز داره. من برای اینکه یک پیکچر رو، یک تصویر رو وارد محیط نرم افزار اکسل کنم، از بین سربرگ هوم و سربرگ انسرت از کدوم باید استفاده کنم؟ انسرت. روی انسرت کلیک چپ میکنم، اینجا میام خودم میگردم. من اصلا هنوز آشنایی با نرم افزار اکسل ندارم. اینجا من ابزار پیکچر رو میبینم، میگه فرام فایل، روش کلیک چپ میکنم. اینجا دسکتاپ و میتونم بیام از توی دسکتاپ از پوشه پیکچرز، اینجا پیکچر لایبرری کتابخونه تصاویر ماست، میگه اینکلودز، اینکلودز یعنی شامل شدن، تو لوکیشنز، میگه دو تا پوشه بیشتر نداره. من روی سمپل پیکچرز دوبار کلیک چپ میکنم و اینجا این پیکچر یا هر تصویر مد نظر خودتون رو میتونید اینجا انتخاب کنین که با پسوند JPG هست. روی انسرت من اینجا کلیک چپ میکنم. اینجا ملاحظه کنید الان این تصویر برای من اینجا ایجاد شد. حالا به خاطری که من این تصویر رو بهتر ببینم، میتونم بیام از زوم اوت استفاده کنم، یا بیام اسلایدر رو به سمت چپ حرکت بدم، یا میتونم بیام روی زوم کلیک چپ کنم تا اینجا کادر
زوم برای من ظاهر بشه. من با درگ کردن یعنی چی؟ یعنی من اینجا کلیک چپ موس رو نگه میدارم و موس رو حرکت میدم. به این میگن درگ کردن. من همچنان کلیک چپ موس رو پایین نگه داشتم، میام زوم این رو در حالت مثلا 50% قرار میدم تا در واقع بتونیم این پیکچر رو بهتر ببینیم. اینجا اگر ملاحظه کنید، ما گفتیم سربرگ های تب های اصلی ما همون کامان تب هستن، اینها هستن. حالا اینجا برای من اومده یه سربرگ وابسته به نام پیکچر تولز ایجاد کرده. اینجا رو ملاحظه کنید، الان سربرگ پیکچر تولز یک رده بالاتر از این نوار ریبون قرار داره. پس سربرگ های وابسته از نظر ظاهری با سربرگ دستورات یا کامان تب متفاوت هستند و در بالای این ریبون ها نمایش داده میشن. هر سربرگ وابسته ممکنه خودش یک یا چند سربرگ دستورات داشته باشه. الان سربرگ پیکچر تولز چند تا سربرگ دستورات داره؟ یه دونه. ببینید، یه دونه سربرگ فرمت داره که باز خود سربرگ فرمت از گروه های ادجاست، پیکچر استایل و ارنج و سایز تشکیل شده. برای مشاهده ابزارهای هر سربرگ کافیه روی سربرگ مورد نظرش کلیک چپ کنیم. یک نکته ای رو که در ادامه میخوام خدمتتون بگم اینی که چطور میشه خیلی راحت سربرگ های دستورات رو این رو مینیمایز کرد. ببینید، من دو بار روی سربرگ هوم کلیک چپ میکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. یه بار، دو بار. با دو بار کلیک چپ کردن اصطلاحا ریبون مینیمایز میشه. حالا چطور میتونیم ریبونی که پن آن شده اون رو به حالت اولیه برگردونیم؟ یه راه اینی که دوبار روی هوم من کلیک چپ کنم یا از کلید ترکیبی کنترل F1 استفاده کنم. من کلید کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و کلید F1 رو یک بار میفشارم. تونستم این گروه های مربوط به هر سربرگ ها رو اینها رو مینیمایز کنم.